بسم الله الرحمن الرحیم. در ویژوال استودیو 2013 می این قسمت یک پروژکت کریت میکنه، نی پروژکت. ما موقع چوال سلکت میکنیم که در کدام قسمت باشه. بر فعلا میفته در درایو سی ویژوال استودیو پروژکت ویژوال بیسیک. ما ایره لوکیشنش چنج میکنم، لوکیشن که ما شما انتخاب کردیم قبلا برش در قسمت دسکتاپ بود به نام ویژوال بیسیک 3-4 پی ام. فولدر را سلکت میکنیم، خود فولدر را ویژوال بیسیک فولدر را که سلکت کردیم، بعد از این قسمت ویندوز فارم اپلیکیشن سلکت کرده و اپلیکیشن دو و هم سلوشن نیمش هم ویندوز اپلیکیشن دو به نام امی خود پروژکت ما باشه و موقع چون سلکت کردیم بعد اوکی می باشه. پروژکت جدید بر ما کریت میکنه. خب پروژکت کریت شد و پروژکت ما شما به نام ویندوز اپلیکیشن دو است و در ضمن از این سلوشن نیمش هم ما شما ویندوز اپلیکیشن دو به اساس نام امی خود پروژکت خود انتخاب کرده بودیم که فعلا دارای یک فرم است. فعلا ما شما میبینیم که در این پروژکت ما شما فقط یک فرم است و در ضمن از این در خود انترفیس که ما شما میبینیم چیزی که زیاد ضرورت ما هست خود تول باکس است که باید در صفحه باشه و در ضمن از این شما داریم بخش پراپرتیز دی که پراپرتیز هم بسیار ضرورت ما شما که هر آپشن یا هر کمند یا هر تول سکر ما شما که میگیریم نیاز به بعضی از پراپرتیز از اون می باشه، حداقل نیم و بخش ویو یا از اون که میتونیم از این قسمت ستنگ از اون را تغییر بدیم. خب بر فعلا میاییم و شما به این فارم یک بتن دست میکنیم و بتن از قسمت تول سیستم سرچ میکنیم. دیجا بتن بتن کمند بتن درگ اند دراپ میکنیم و هم میتونی بالای اون بتن دبل کلیک کنی و بعد میرم موقع سلکت میکنیم در کدام جایی که خواسته باشه. میگیم در قسمت وسط قرار داشته باشه و نامش بتن یک نباشه. در قسمت پراپرتیز میاییم میگیم که نام ازی باشه، اینجا در بخش تکست نام ازی را تغییر میدیم، میگیم که تکست ازی باشه به شکل شو مسیج باشه، پرسته شو مسیج تکستش به شکل شو مسیج شد. اما نام خود بتن که به خاطر کار یا شناسایی خودم این بتن در کود ها یا در صفحه خود ویژوال بیسیک است، نام از او را از قسمت دیزاین در اینجا میبینیم نیم، نیم از این بتن یک است. قسمی که در قبل براتون گفته بودم خوبتر است که شما نام از این را به قسم واضح بسازیم که ارتباط به می بتن بگیره تا ای که در آینده اگر کدام بتن های دیگه می داشته باشیم اینجا کانفیوز کننده نباشه که بتن یک کدام است، بتن دو کدام است یا بتن سه. خوب است که ما شما نامگذاری کنیم. شارت می سازیمش، می بتن تبدیل می کنیم به BTN، خود بتن مختصر می سازیمش و BTN چی باشه. خوب است که نامش هم واضح بسازیم، میگیم که BTN شو مسیج باشه نام. این حال هر وقت که ضرورت باشه در کد وقت ما شما این BTN شو مسیج میبینیم میفهمیم که هدف از کدام کمند است، هدف از کدام بتن است. انتر میکنیم و نام از این بتن شو مسیج شد و تکست که شو میکنه بر ما شما البته تکست خودم این بتن که ظاهر است در این قسمت از بخش تکست اینجا میبینیم که شو مسیج است. این هر چیزی که باشه مهم نیست، اما مهم گپ که است بر ما شما نیمش است که در کود ما شما از این نیم استفاده میکنیم نه یکی از تکست از این. خب هدف ما چی است؟ وقت زمانی که ما این فارم استارت کردیم، حالا بر فعلا ما استارت میکنم، رن میکنم، یک بتن رسم از این که هیچ کدام کار بر ما شما انجام داده نمیدونم. حالا ما میخوایم که بالای بتن کلیک کنم و یک مسیج بر ما شما بدم. به خاطر از این کار بسیار ساده ما شما کلوز میکنیم یا از اینجا میتونیم که هم برش استاپ بگوییم سفره و بعد
بالای بتن دبل کلیک میکنیم. مجرد که دبل کلیک کردیم بر موش ما در قسمت صفحه کود ما را قرار میده و این هم ایونت چی است؟ کلیک است. یعنی وقتی که بالایش کلیک کردم کدام عمل انجام شود و البته بالای کدام بتن، بتنی که نامش BTN شو مسیج است. بالای ازی که کلیک کردیم، پیشتر گفتم که بالایش کلیک کردیم بر ما مسیج ظاهر میشه. خب آره، میم به خاطر ظاهر ساختن مسیج اینجا تایپ میکنیم که message box dot show. مسیج باکس شو که بر ما داخل مسیج باکس چی باشه، قوس باز میکنیم بعد دبل کوتیشن، چون همیشه وقت تکست موش ما ظاهر میسازیم، استرینگ ظاهر میسازیم، باید موش ما چی دا انکلوزش کنیم با دبل کوتیشن. خب آل داخل از این دبل کوتس ما شما مسیج خود دیسپلی میکنیم، تایپ میکنیم، میگیم که باشه ویلکم تو ویژوال بیسیک. خب این مسیج باشه، بعد استارت میگیم برش. مجرد که آله بالای بتن یک بار کلیک میکنیم بر شما نشان میده و اون مسیج ظاهر میشه که ویلکم تو ویژوال بیسیک، چیزی که در بک‌گراند بالای زی ست کرده. خب میری کلوز میکنم، دوباره استاپ میکنیم و این کار ما شما میتونیم که توسط MSG باکس یا مسیج باکس هم ظاهر بسازیم. ببینیم MSG باکس مساوی با دبل کوت، میگیم که ویلکم تو مشال یونیورسیتی فرض کنیم. این مسیج بر ما شما ظاهر بشه. ویلکم تو مشال یونیورسیتی. اما این مسیج قبلی رو بر ما شما ظاهر نسازه. این مسیج قبلی رو ظاهر نسازه. خب اینو میگیم که ظاهر نشه، اینو ما کامنت میسازیم در برنامه ویژوال بیسیک خود ویژوال استودیو. به خاطر از اینکه از این کود صرف نظر شوه و به شکل کامنت قرار بگیره، ما شما این کار توسط یک سینگل کود قرار میدیم. اینا وقت زمانی که ما شما این سینگل کود قرار دادیم، از این کود کاملا صرف نظر میکنه سیستم، یعنی فکر کنه که هیچ اصلا نیست در سیستم، از این صرف نظر میشه. و در اینجا ببینیم که خود اینجا ارر گرفته، اینجا مساوی است، مساوی رو ما شما پاک میکنیم در قسمت و انکلوزش میکنیم همراه با قوس و یک بار استارت میکنیم. وقت استارت کردیم، حالا مجرد که من بتن کلیک کنم باید از MSG باکس این مسیجی که گفتیم این بر ما ظاهر بشه، ویلکم تو مشال یونیورسیتی، و از بالاش ببینید کاملا صرف نظر کرد چون ما شما او را کامنت ساخته ایم. خب این یک گپک بسیار زیاد ساده بود که ما شما مسیج باکس ظاهر ساختیم، یعنی مسیج باکس را کار کردیم به خاطر ظاهر ساختن مسیج. خب حالا ما میخوایم یک بتن دیگه داشته باشم در پالوی شو مسیج، یک بتن دیگه داشته باشم، باز اینجا تایپ میکنیم بیتین بتن یا ای از اینجا درگ اند دراپ میکنیم بتن. سایزش هم برابر از این تنظیم میکنیم و تکستش باشه فرض کنین که فارم نیم و نام از چی باشه برش میگیم که BTN فارم نیم اتیاب چیز باشه. خب حالا بالا ازی که کلیک کردیم، میگیم بالا ازی بتن کلیک کردیم نام فارم تبدیل شد. فعلا نام فارم چی هست؟ فارم یک. سکو استارت میکنیم، فارم ما شما نامش فارم یک است. این بالای فارم نیم مجرد کمی کلیک میکنیم نام ازی تبدیل شد. فرض کنید تایتل ازی باشه به نام فرست پروژیکت، یه یک چیز قرار بگیره نام فارم. خب به خاطر از این کار ما شما میم بالای امی بتن یک دبل کلیک میکنیم، بعدا به خاطر شناسایی فارم ما شما کمنده که در اینجا داریم به نام می است. می وقت زمانی که می را تایپ میکنیم به این معنا که نمایندگی از فارم میکنه. می دات تکست، می دات تکست مساوی با دبل کوتس چی باشه فرض کنید تایپ میکنید که فرست پروژیکت باشه.
یعنی وقت زمانی که بالای ای بتن من کلیک کردم چی عمل انجام شوه؟ می دا تکست، یعنی تکست فارم چی باشه؟ فرست پروژیکت باشه. وقت زمانی که استارت میکنیم آرمیه این بالای فارم نیم کلیک میکنیم، سعی کنیم نامتی تغییر ده به نام فرست پروژه و شو مسیج که کلیک میکنیم خب من میگم باز یک بطن دوگه داشته باشم که پس بالایشو کلیک کنم نام فارمیه. باز این یک بطن اک رسم میکنیم بیشار ساده. و این اندازه قرار بگی داشته باشه و تکستشان باشم باز هم فارم نیم دو و میم از قسمت نیم ازی از بخش دیزاین نامش میگیم که btn فارم نیم دو باشه. حال بالای ازی دبل کلیک میکنیم و میم دی قسمت باز برش میگیم می دات تکست مساوی شد و دبل کوتیشن فرض کنین میگیم که فارم یک باشه. حالا وقت زمانی که استارت میکنیم وقت ما شما بالای فارم نیم کلیک میکنیم فرست پروژیکت بالای فارم نیم دوم کلیک میکنیم فارم یک. خب میگیم یک بتن دیگه داشته باشیم که بالایش کلیک کنیم کاملا نامش کلیر پاکش کنیم. خب بخاطر از این کار میایم دوباره بالای دیزاین فارم و از یک بتنک رسم میکنیم و سایزش هم تنظیم میکنیم و نامش هم برش میگیم که تکستش کلیر باشه. نیمش هم btn clear. خب بالای کلیر کلیک کردیم گفتیم نام فارم پاک شد. باز برش میگیم که me.text مساوی به دبل کوتس بس، یعنی کاملا هر چیزی که داخل از قرار بده همون چیز ظاهر میشه، اما اگر خواسته باشی که هیچ چیز ظاهر نشه کاملا بلانک میمونیش. حالا که استارت میگیم براش مجرده که بالای فارم نیم اول کلیک میکنیم فرست پروژیکت فارم نیم فارم یک کلیر کلیک میکنیم کاملا پاک میشه. پس میگیم بسیار چیزهای بیسیک ساده که یک ذره یک موشما با آشنا شد. خب این کار انجام دادیم موشما و میره کاملا یکم اک فارم خود کلانتر میسازم. میره در این قسمت قرار میدیم و یک بتن رسم میکنیم و میایم در اینجا هم یک تکست باکس میگیریم. تکست باکس یه ببینیم تکست باکس داریم. تکست باکس در این قسمت یک تکست باکس اینجا اگر قرار بدیم خوب تر است. تکست باکس کم سایز شد کلان میسازیم و در اینجا قرار میدیم و یک لیبل هم میگیریم. لیبل هم در قسمت قرار میدیم. لیبل به خاطر نامگذاری نام از این تکست چی باشه به خاطر نامش شما از لیبل کار میگیریم. در اینجا ما میخوایم که کلیک کنم بالای بتن یک. بالای بتن یک کلیک کردیم برای این تکست باکس در اینجا بالا میمونیم که از این کار نداریم. میگیم بالای بتن که کلیک کردیم اینجا بر ما شما مسج داره شد. اما از قبل خب اول میم در قسمت نیم از این لیبل نیم از این چی باشه لیبل یک از برش میم LBL مسج LBL مسج نام از این باشه و تکست که ظاهر شود این چی باشه تکست که ظاهر شود برای فعلا میره پاک میکنم. خب تکست داریم اما چیز ظاهر
نمیشه. خب بیایی میره در این قسمت من قرار میدم و میگم بالای بتن که کلیک کردیم اینجا یک مسیج ظاهر شود در روی فارم و مسیج هم باشه Welcome to Visual Basic. بالای بتن هم کلیک میکنیم نام برش میتیم تکست شود چینج میکنیم میگم تکستش باشه show message باشه خلاص. و در قسمت نیمش هم میگیم نیم از ایره برش میگیم که btn message باشه دیگه مسیج چی بطن خب اینو نداشته بانی؟ آو بخی شو مسیج خب این کار که انجام دادیم این حالی میاییم بالا ازی دبل کلک میکنیم اما پیش از دبل کلک باید بفهمیم که نام لیول ما چی هست نام لیول ما LVL MSGL هست خب بالای مسیج دبل کلک میکنیم بالای امی بطن وقت زمانی که میگیم بالایش کلک کردیم ایونتش کلک باشد چیکار اجرا شود LVL MSG یعنی لیبل مسیج همون نام لیبل که شما برش نام داده بودیم دات تکست تکستش چی باشه مساوی و دبل کوتیشن در این قسمت باشه ویلکم تو ویژوال بیسیک یا ویژوال استودیو وقت زمانی که شما رن میکنیم حالا ببینیم فارم وقت زمانی که شو مسیج میگیم برای شما در اینجا مسیج داریم خب حالا یک بتنک دیگه داشته باشیم که بالایش کلک کنیم ایره چی کنه؟ پاک کنه خب باز میینده اینجا یک بتن دیگه رسم میکنیم بتن رسم میکنیم و میگیم که تکست ازی باشه کلیر مسیج و نامش هم clear btn هست یعنی بطن clear message نام ازی btn clear message هست بالا ازی که دبل کلک کردیم چی کار انجام شود تکست که در داخل لیبل هست او باید پاک شود خب باز این قسمت میاییم برش میگیم که چی؟ آفرین LVL message dot text آفرین تکستش مساوی با چی؟ دبل کوتیشن بلانک یعنی به شکل خالی قرار بسیار ساده است استارت میکنیم حالا وقت زمانی که شو مسیج کلک میکنیم بر ما مسیج ظاهر میشه وقتی کلیر مسیج کلک میکنیم مسیج بر ما شما کلیر میشه خب اگر خواسته باشیم که امین مسیج ما خواسته باشم همزمان در تکست همزمان نه البته میخوام که بالایی کلیک کردم این مسیج در تکست باکس برام ظاهر شه در لیبل ظاهر نشه شاید حالا در ذهنتون گشته باشه که چه قسم کار میخواین ما انجام بدیم حالا میایم بالای فرم فرض کنین این تکست باکس هم در این قسمت قرار میدم و در تکست باکس هم باید چیزی که از یاد ما نره نامش باید از یاد ما نره تکستش نیمش البته چی باشه txt MSG باشه تکست مسیج خب اینجا میاییم آل بالای شو مسیج کلک میکنیم ایره کومنت میسازیم میگیم که از این صرف نظر کنن ایره کومنت میسازیم بعد میاییم چی میگیم برش؟ قبلا میگفتیم در لیبل زای شو مسیج چی بود نام مسیج؟ txt مسیج دات تکست تکست داخلیش مساوی با چی شود؟ دبل کوتیشن Welcome to Visual Studio حالا وقتی که رن میکنیم شو مسیج که کلک میکنیم برمو شما مسیج در داخل تکست باکس ظاهر میسازه حالا که کلیر میگیم میخوام که از این کلیر شود باز میگیم در این قسمت clear message دبل کلک میکنیم بالایش و ای هم LVL message بود ای را ما شما بالا را کومنت میسازیم که از این صرف نظر شوه کومنت توسط چی میشه؟ سنگل کوتیشن و آل می میگیم که چی را پاک کنه؟ txt message البته txt message چی شد؟ تکست شد دا تکست مساوی با دبل کوت بهش به شکل بلک
حال وقت زمانی که استارت میکنیم شو مسیج میگیم، مسیج بر ما داخل از این نشان میده. هم وقت زمانی که کلیر مسیج میکنیم پس با. حالا اگر یک کار کنیم، بویم هم در داخل تکست باکس همون مسیج نشان بده و هم در قسمت لیبل نشان بده، همزمان هر دو کار کنن. باز بخاطر از این کار میاییم همون لیبل ها که پیدا کنیم، لیبل نمیده هست. این بخاطر چیز نداره و بخاطر این مال نمیده. خوشو مسیج میریم، میتونیم کومنت که دادیم کومنت چی کنیم؟ پس پاک کنیم، ایشان پاک کنیم. وقتی کلیر که اول وقتی که شو مسیج گفتم در داخل لیول هم این مسیج بر من نشان بده و در داخل تکست هم این مسیج نشان بده. وقتی کلیر کردم لیول هم بر من کلیر کن و داخل تکست کدام مسیج است او را کلیر کن. حال استارت میگیم برش، وقت زمانی که شو مسیج میگیم میبینیم هم در لیول بر من شما ظاهر ساخت و هم در داخل تکست باکس. وقتی کلیر میگیم اردیش بر ما شما پس میکنه کلیر. خب کلوز میگیم.